من اجازه میخوام قبل از هر چیزی به خانواده مجید رضا در مشهد، محسن شکاری در تهران، هومن عبداللهی در سنندج تسلیت بگم و تصدیق کنم که بیش از این که این اتفاق یا این فاجعه اعدام باشه، خب اعدام هرچند ما باش مخالف باشیم، به هر حال در قوانین ظالمانه ما اومده. در واقع وقتی روال قانونی، تفهیم اتهام، آیین دادرسی، حق داشتن وکیل، دادگاه علنی، هیئت منصفه و خیلی از موارد در مورد معترضان به نظام سیاسی به عنوان متهمان سیاسی در واقع رعایت نمیشه، اسم این روند اعدام دیگه نیست و قتل و یه قتل حکومتی هست. توجه داشته باشین در مورد هومن عبداللهی در سنندج در خیابان کشته شده و در رابطه با مجید رضا رهنورد و محسن شکاری در زندان و اسمش دیگه اعدام نیست و اون روال طی نمیشه. یادمون باشه که در مورد مجید رضا رهنورد و محسن شکاری اتهامی که وارد کردن محاربه است، در حالی که فرد معترض از همین قوانین نیمبند خود جمهوری اسلامی به حق اعتراضش استفاده میکنه و اساسا مسلح نیست که محارب باشه. اتفاقا نیروهای بسیجی که مسلح هستند و حکمشون رو از فرمانده کل نیروهای مسلح یعنی آقای خامنه ای گرفتن که در واقع میشه گفت آتش به اختیار بتونن عمل کنن، اونها در واقع مسلح هستند و دارن جنگ میکنن با مردم و مردم و معترضان به هیچ وجه مسلح نیستن. برای این فرد معترض نمیتونه محارب باشه. در تعریف فقهی و همون قوانین شرعی خود حکومت جمهوری اسلامی هم محاربه به قصد جنگ با خدا و پیامبر مطرح شده. خب مقامات حکومت ما که پیامبر نیستن، اون مردم معترض هم که مسلح نیستن، جنگی هم که با پیامبر خدا ندارن، با خود حکومت اعتراض دارن. و اتفاقا اگر از نظر فقهی هم بکنار بیایم به سمت قانون، در خود قانون هم گفته اگر قانون مجازات اسلامی سال 92 که اگر فردی شهروندی در مقام دفاع بر بیاد در همون کاتگوری محارب و محاربه، اینو تاکید کرده که اگر در مقام دفاع باشه در مقابل کسی که مسلح است اونم محارب نیست. خب در مقام دفاع بوده مجید رضا یا محسن؟ در مقام دفاع در برابر کی؟ در برابر بسیجی مسلح که اتفاقا آتش به اختیار عمل میکنه برخلاف تمام قوانین. آیین دادرسی کیفری هم به این دلیل بسیار نقض شده که هیچ کدوم از مراتب رسیدگی در محل دادسرا، تحقیقات مقدماتی در محل دادگاه و در محل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور رعایت نشده. زیر یک ماه یک پرونده وقتی به اعدام میرسه دیگه نباید بگیم اعدام، قتل حکومتیه، به ویژه وقتی شاکی حکومتیه، دادستان حکومتیه، وکیل هم تسخیریه حکومتیه و وکیل تسخیری یا وکیلی که در واقع حکومت تعیین میکنه و وکلای در این پرونده ها وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه هستن که حکومتیه. اتفاقا بخشی از دفاع وکیل رو آدم میبینه، یعنی اگه ندونه که این دفاع وکیله، فکر میکنه دادستان یا حکومت، نماینده حکومت داره حرف میزنه. من این بخش رو بذارید بخونم، این بخش رو دقیقا عین جملهش رو میخونم. موکل چاقو رو در آستین خود پنهان میکند، آنچه مسلم است این که متهم دو نفر را به شهادت رسانده و چهار نفر را زخمی کرده. من داخل گیومه عین عبارت رو خوندم. هر کی ندونه فکر میکنه که این ادعانامه یا کیفرخواستی که دادستان از طرف حکومت داره مطرح میکنه، در حالی که این عین دفاعیه وکیله. خب دیگه فاجعه است و همون فروپاشی حقوقی کامل رخ داده به نظرم.